دمای هوا 38 درجه سانتیگراد با دمای آفتاب 58 درجه سانتیگراد. قرار بود بریم یه دره، یه قسمت نشد، اومدیم تخت جمشید بذاشت. تو این ویدیو میخوام دو تا سه تا از معدنهای تخت جمشید رو بهتون نشونم که یکیش همین کنار تخت جمشیده. داخل تخت جمشید هم میریم میبینیم یه سری چیزها رو. معدن تخت جمشید سمت شمالش میشه تقریبا، و اینم که دروازه ملل هست که حالا داخل تخت جمشید هم میریم یه سری چیزی رو بهتون نشون میخوام بدم. دو تا معدن سمت شمال تخت جمشید، یکیش همین این یکی که روبرونه و یکیش همون بالاتره که حالا میریم بالایی رو هم میبینیم. خب اینم از معدن شماره 1. توی کوه رحمت 4 تا معدن سنگ داریم. توی کوه حسین یا همون کوهی که نقش رستم داخلش هستم 3 تا هست، و دو تا هم که با فاصله هستن از تخت جمشید، یکیش مجدآباد، یکیش هم روبرو مجدآباد هست. این روشی که حالا این سنگا رو برداشت میکردن اینجا بهتون نشون بدم. جای قلما رو میبینید که اینجا رو کامل تراش دادن، مشخص کامل، یعنی تو راهروهایی رو درست میکردن که سنگ رو جدا کنن. و چیزی که حالا سوال کرده بودن که چطور جدا میشه، این پایین این سنگو این قسمتش رو گوه گذاری میکردن. ولی یه عکس میذارم که بهتر متوجه بشید. گوه گذاری میکردن و چوب میزنن داخل سوراخ‌ها، آب میریختن توش تا باد کنه اون چوبو این سنگ بشکنه و بیفته دیگه. به این شکل جدا میکردن. اینجا کاملا مشخصه. خب یه سرستون ناتمام هست و بالا، بریم ببینیمش از نزدیک. این قسمت هم مشخصه دیگه، گوه گذاری ها که سنگ و جدا کردن، این از بالا زدن. این هم یک عدد سرستون ناتمام. حالا یه عده میگن اینجا کارگاه آموزشی بوده که میمدن حجارا رو اینجا آموزش میدادن تا بعد روی حالا اون کار اصلی برن حجاری انجام بدن. جالبه اون قسمت تخت جمشید، اینجا هم بازی چند تا گوه گذاری انجام دادن. و این هم سرستون ناتمام. کلن سنگای این قسمت رو برش دادن، این قسمت باز گوه گذاری شده و اینجا باز و اینم هست. ولی این انگاری تازه میخواستن انجام بدن که دیگه تکمیل نشده. اینجا کامل سنگ بوده. اینجا رو هم که اون راه رو ایجاد کردن میبینید که دیگه کف کار رسیده. اون سرستونی که اونجا هست و کلن این قسمت رو سنگش رو استخراج کردن. یه چیزی هم که خیلی دیدم توی نظرات گفته بودن اینی که اون قدیم نمیدونم کارهای ماورایی میکردن و با لیزر برش میدادن این سنگا رو. نه، با ساده ترین تجهیزات قلم و چکش این سنگا برش داده میشده. میبینید کامل مشخص جای قلم ها. ولی نوع قلم فرق میکرده. مثلا اینجا نیاز نبوده قلم نازک استفاده کنن، قلم درشت بوده که استفاده میکردن که بعدن که میخواستن حالا اون سنگی رو که استفاده کنن، حالا هر جایی نسبت به جایی که بوده قلم نازکتر استفاده میکردن و برش میدادن کنارش. حالا بهتون نشون میدم جلوتر. اینجا ببینید که
این صفه تخت جمشید روی کوه ساخته شده و این هم قسمتی از کوه هست که سنگا رو روش سوار کردن و این صفه 125 هزار متر مربعی رو درست کردن. این قسمت سنگ کاملا مشخصه دیگه، نوع قلمایی که استفاده کردن. لبه سنگ رو ببینید، قلم نازکتر استفاده کردن، خیلی سطحش صافتر شده، ولی این قسمت یه کمی زبرتر بوده، اون حالا قلمش درشتر بوده نوکش، و اون قلمی که باز توی معدن استفاده کردن باز بزرگتر از این بوده، باز از این نازکتر هم هست که حالا توی تخت جمشید میریم میبینیم نقش برجست ها کلن از اون سبک استفاده کردن. این قسمت رو میبینید که سنگ ها رو چجور روی همدیگه میذاشن، قرار نبوده که کل این حالا ستون ها رو یه جا درست کنن از توی معدن بیارن بذارن اینجا، همش تیکه تیکه بوده، روی همدیگه سوار میشده و این سازه رو درست میکردن. این هم که دروازه ملل هست، حالا نمیخوام توضیح بدم زیاد، یه ویدیو جدا میخوام در موردش درست کنم. دروازه ملل، خب تراشی که اینجا هست رو هم میبینید که چقدر صیقلی تر هست نسبت به اونی که پایین صفه بود. نوع قلمی که اینجا استفاده کردن باز فرق میکنه، حتی این لبه های این اگه دقت کنید ببینید چه تراشی رو انجام دادن، نازک کردن اینجا رو، یه قلم خیلی نازک بوده که این کار ظریف رو تونستن انجام بدن. نقش برجسته های پلکان شرقی آپادانا هست دیگه، کاملا توی تصویر فکر کنم مشخص باشه نوع تراشی که اینجا دادن و نوع قلمی که استفاده کردن، دیگه خیلی نازک بوده، کاملا اینجا صیقلی شده این نقش ها، چقدر با دقت تراش دادن و این شکل ها رو توش در آوردن. چه دقتی به کار بردن، پشم این قوچ رو گرفته ببینید، واقعا به جزئیات چقدر دقت کردن و این نقش ها رو یعنی بگم برابر با واقعیت درست کردن. این قسمت مشخصه که کلن کل تخت جمشید به چه شکل ساخته شده، سنگ ها تکه تکه روی همدیگه سوار می شدن و تراش داده می شده بعدن. یه سوالی هم که باز چند نفر دیدم پرسیدن که چطور این سنگ ها رو، سنگ های 10 تنی و 20 تنی رو بلند می کردن. الان یه نمونهش هست اینجا بهتون نشون بدم، این ستون رو میبینید که این قسمت حالا توی بدنش چند تا زدگی داره، این قسمت رو توش تناب مینداختن و با قرقره و جرثقیلایی که حالا درست کرده بودن که حالا تصویرش رو میذارم، میتونستن وزنهایی تا 20 تن و 30 تن رو بلند کنن، یعنی با تعداد تقریبا 6 نفر یا 7 نفر که وزن 50 کیلوگرمی رو وارد کنن و اون چرخ رو به چرخونن، میتونستن یه سنگی با وزن 25 تن رو تقریبا حالا حدوداً میگم بلند کنن و اینا رو روی همدیگه بذارن.
اینم همون سرستونی که توی معدن بود، نمونه تکمیل شدهش هست و اونجا که بهتون نشون دادم در حال حالا شکل‌دهی بهش بودن که دیگه رها شده به حال خودش. سنگایی که توی تخت جمشید استفاده کردن از دو نوع سنگ استفاده کردن، البته همه سنگ آهکیه ولی اجزاش یکمی متفاوت تر بوده با رنگش. توی کاخ آپادانا که میبینید اونجا هست، ستونایی که میبینید، کاخ آپادانا کلن از معدن سنگ کوه رحمت استفاده کردن. کاخ تچر که حالا بعد بهتون نشون میدم و کاخ صد ستون که روبروم الان، این دوتا کاخ کاملا از معدن سنگ مجدآباد ساخته شده. اگر توجه کنید یه مقداری به تیرگی میزنه رنگ سنگ. این دوتا کاخ کاملا از معدن سنگ مجدآباد آورده شده که 40 کیلومتر با تخت جمشید فاصله داره که احتمالا بریم ببینیم. ان شاء الله قبلا ویدیوشو گرفتم ولی باز میریم با هم دیگه میبینیم و بهتون نشون میدم. بقیه کاخ ها ترکیبی از دوتا معدن بوده، یعنی هم معدن مجدآباد و هم معدن کوه رحمت از دوتا سنگ استفاده کردن برای ساخت کاخ و دروازه های دیگه. این قسمت هم کاخ صد ستون گفتم از معدن سنگ مجدآباد آورده شده به این قسمت. اینجا رو باز ببینید، بس دمچلچله‌ای زدن افتاده و این قسمت باز همون زمان مرمت شده. ببینید این قسمت‌هایی که مرمت شده رو بهتون نشون دادم تا متوجه بشید یه بنایی به این عظمت توی 230 سال خراب میشده یه قسمتش و باز باید مرمتش میکردن. و این نیست که مثلا داریوش اول اومده یه جایی رو درست کرده این تا 230 سال هیچ طورش نشه، هیچ سنگیش نیفته، هیچ جایش خراب نشه. خونه هم همین الان میسازی بعد 4 سال 5 سال سنگش میفته، کاشیش میشکنه، نمیدونم گچ دیوار میریزه، باید مرمتش کنی. و این در طول این 230 سال انجام شده. هر کدوم از پادشاه‌ها که می اومدن می‌خواستن یه چیزی رو اضافه کنن به اینجا و حالا توی زمان داریوش سوم که اون اتفاق می‌افته یه قسمت‌های ناتمام می‌مونه. اینکه حالا بخوام بگیم کلاً اینجا ساخته نشده و هیچ استفاده‌ای ازش نشده. اینجا هم کاخ آپادانا، اولین کاخی که توی تخت جمشید ساخته شده. رنگ سنگا رو ببینید، تفاوتش رو با کاخ تچر که از معدن مجدآباد آوردن متوجه میشید کاملا. الان دیگه کنار هم دیگه به تالار آینه هم معروف. اینقدر این سنگا رو صیقل داده بودن که شبیه آینه شده بوده کاخ تچر. بریم الان یکی دیگه از معدنهای سنگ تخت جمشید. احسان بالاخره خنک شدم زیر سر گرم شد. میگم کلا باید بیاری، نهی برده کلا کی گفتی بعد دیگه حالا دیگه باید بیار تو تخت جمشید، نمیدونی باید کلا بیاری توی آفتاب تابستون. انشالله مجوز هوایی که گرفتیم با کلا میاد انشالله. اینجا هم معدن سنگ مجدآباد رو میبینید. باز هم اینجا میبینید راهروهی رو که ایجاد میکردن، یه نفر اینو تراش میداده
میرفته تا اون آخر و بعد گفتم از کنارش گوه گذاری میکردن و سنگو میشکوندن. جای قلم ها مشخصه دیگه، میبینید سنگ هم. حالا یه چیز بهتون نشون بدم، این سنگ این معدن وسطش میبینید که چه رنگیه. اینو اینقدر صیقل میدادن به اون شکلی که توی کاخ تچر و کاخ صد ستون هست در میومده. یه سوال دیگه هم این بود که چطور این سنگ ها حمل میشه. دقیقا هنوز مشخص نشده، ولی حالا یه سری نقاشی میذارم که احتمال میدن از این روش ها استفاده کردن برای حمل سنگ ها، که یکیش یه نقاشی مربوط به دولت آشور است، حکومت آشور، که یه چیزی شبیه به سورتمه بوده و زیرش رو الوار مینداختن و اینو هی هل میدادن و میکشیدن و میبردن جلو تا اونجایی که میخواستن، یا با روش های دیگه، حالا چهارپا اونو میکشیده یا اونو گرد درست میکردن، گرد میتراشیدن و حالا راحت تر بوده حملش تا مقصد. یه معدن دیگه هم اون سمت کوه که مشخصه فکر کنم، که متاسفانه دیگه معدن جدید رو روش احداث کردن و تخریب شده، معدن باستانی. خب اینم از چند تا از معدن سنگ تخت جمشید که رفتیم با هم دیگه دیدیم و سبک کارشون رو دیدیم که چطور بوده و این سنگ ها رو چطور برش میدادن. یه ویدیو میذارم مربوط به معدن سنگ الماسبوری که بیشتر اون معدن برای سنگ پاسارگاد استفاده شده و مقدار خیلی کمی ازش برای تخت جمشید استفاده کردن. اون ویدیو رو هم حتما برید ببینید، واقعا معدن خیلی عجیب غریبیه اون دیگه. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشید و منتظر ویدیوهای بعدی هم باشید. دمتون گرم که تو الان با من همراه بودید و آقا احسان خسته نباشید. شما خسته نباشید. تا ویدیو بعد. فعلا.